شب گذشته کنسرت استاد محمد رضا شجریان در کازینو دو پاری در شهر پاریس برگزار شد. این کنسرت با استقبال فراوانی از سوی ایرانیانی همراه بود که از راه‌های دور و نزدیک به این تالار مجلل اومدن. گزارشی داریم درباره این کنسرت همراه با گفتگوی اختصاصی ما با استاد محمد رضا شجریان و دخترش. در اینجا در کازینو دو پاری سالن نمایش و موسیقی در انتظار اجرای کنسرت استاد محمد رضا شجریان و هنرمندان همراهش هستیم. قدمت تالار و اعتبار و تعداد هنرمندان آمده به این مکان بسیار است. ساز و صدا در این شب میهمان دل ایرانیان و نور جستجوگر و صحنه پرداز برای هنرمندان ایرانی است. دختر استاد شجریان، خانم مژگان، پدر را همراهی می کند. می‌پرسیم خانم شجریان، فاصله مرد و زن هنرمند را در کجا و یا چه لحظاتی دور و نزدیک می‌بینید؟ در خود کار هنری که به هر حال احساس یک زن و یک مرد می‌تونه متفاوت باشه در بیان احساساتشون. در حقیقت یک زن می‌تونه به نظر من خیلی ظریف‌تر و لطیف‌تر با موسیقی ارتباط برقرار کنه و اونو به گوش شنونده‌ها برسونه. ولیکن توانایی که زنها هم دارن کمتر از آقایون نیست در اجرا و در بیان احساساتشون و میتونه به نظر من جایگاه خودش رو واقعا داشته باشه، در بین جایگاه هنری خودش رو کاملا داشته باشه. ولی خب متاسفانه به یه چش دیگه نگاه میکنم به خانم ها وقتی که در کار هنر وارد میشن و انگار که مثلا دارن کار بسیار مثلا نامربوطی انجام میدن، در حالی که اینطور نیست. هنر واقعا زیباییه. گردآوری این هنرمندان را علی جمشیدی، مدیر گالری شمس، فراهم کرده است. او میگوید چند ساله که البته گالری شمس با هدف معرفی هنرمندان ایرانی در فرانسه داره فعالیت میکنه و فعالیت‌های خوب و موفقیت‌آمیزی هم داشته. اما این بار این ورکشاپ و این کنسرت که افتخار همکاریشو من با استاد شجریان داشتم، بیشتر به خاطر معرفی و در واقع لانسه کردن سازهای ابداعی استاد شجریانه که این سازها یک اتفاق خیلی مهم هنریه و گالری معمولاً کارش معرفی آثار هنریه. این اثر هنری برجسته و بیادموندنیه که استاد طی سالها تحقیق و پژوهش در واقع انجام داده. پیش از پایان گزارش بخشی دیگر از سخنان استاد شجریان را بشنویم که میگوید چرا این سازها را ساخته است. یکی که تار میزنه شاید دلش خواسته باشه یه با همون تکنیک یه ساز دیگه بزنه، میتونه از کرشمه استفاده کنه که سازی که ساختم یا از ساغر استفاده کنه. کسی که داره ویولون میزنه دلش میخواد یک ساز دیگه هم داشته باشه که نزدیک به ویولون باشه. من دلو ساختم، بعد سازهای بم رو ساختم و سازهای به اصطلاح باس و دوبل باس ساختم که مطابق چلو و کنترباس هستن، و ساز سوپرانو ساختم که برای اکتاو ششم و هفتم باشه که ارغنون و اینها هستن. این سازها رو من ساختم که تکمیل کنم صداهای موسیقی رو و
وسعت موسیقی رو زیاد بکنیم، وسعت صداهامون رو زیادتر بکنیم تا آهنگسازها و سرپرستان ارکستر و سرپرستان گروه بهتر بتونن کاری که میخوان از طریق این صدا ارائه کنن. استاد، فرزندان شما هم کار پدر رو دنبال کردن، آیا هنر و صدا موروثیه؟ هنر و صدا تا بخشش موروثیه، اما بایستی کار کنن، همینطوری نمیشه، باز تمرین کنن، کار کنن تا بتونن اون هسته اولیه که در درونشون هست اینو پرورش بدن. یک سوال خصوصی، آیا شما وقتی آواز میخونید به اندازه شنوندتون از صدای خودتون لذت میبرید؟ نمیدونم، شاید اینجوری، چون احساس رو نمیدونم چقدره که، ولی خب خودم وقتی که میخونم خب با صدای خودم حال هوایی دارم دیگه. در پایان گزارش، خواهش از استاد شجریان این بود تا شعری را بخوانید که ما هم بدون آواز بتوانیم آن را زمزمه کنیم. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. مال حافظ. پاریس، بخش فارسی صدای امریکا، با دوربین و تدوین لوکا تیوک.